سلام. در فراخبر امشب آقای اسدالله سعادتی معاون دوم عبدالله عبدالله نامزد انتخابات ریاست جمهوری در استودیو هستند. سعادتی صاحب به فراخبر خوش آمدین. در بحث نگرانی ها در باب انتخابات به ویژه پس از روز برگزاری انتخابات یا مرحله سوم در چه حد هستند؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما بینندگان محترم و همکاران محترم تلویزیون. انتخابات سال 1398 تفاوت های زیادی البته با انتخابات های گذشته داره، خوبی های هم داره و توافقات قبل و بعد از انتخابات، مبارزات چند ساله احزاب سیاسی در طی چند سال، درس های آموخته شده از مشکلات و خلاهای گذشته، اینا همو نکات مثبتی است که در انتخابات تا حدودی میشه گفت. ولی طبعا نگرانی ها همچنان در بعضی از موارد وجود داره و بعضی از نگرانی ها جدی هم است. یکی از نگرانی ها ایست که آیا کمیسیون مستقل انتخابات، بخصوص حلقات در دارالانشای کمیسیون، ای اراده و عزم را دارد که به صورت یک نهاد مستقل بی‌طرف با اراده خودشان از شفافیت انتخابات دفاع بکنه و شفافیت را در واقع میتونه تضمین بکنه یا نه. اینا نگرانی های است که ما امیدوارم که کمیسیون بتونه به این نگرانی ها پاسخ مثبت بده و مردم را از نگرانی ها خلاص کنه. تشکر. میخوایم در این باره وضاحت داده شده. شما دیروز دست انتخاباتی دولت ساز و حلقه های را در کمیسیون مستقل انتخابات متهم به تبانی برای مهندسی انتخابات کردین. نخواست کمیسیون این حلقه ها مشخص هستند که هستند، در چه سطح کار میکنن، در حد تصمیم گیری هستند؟ ببینین، در روز انتخابات یا حتی به احتمال قبل از انتخابات یا به احتمال بعد از انتخابات، در بعضی از ولایات کارهای صورت گرفت، تقلبات انجام شد و این تقلبات فعلا تا حد زیادی از طریق وبسایتی که در ملوک ساخته و در اختیار نامزدها هست، محل به محل، مرکز به مرکز، ولسوالی به ولسوالی، ولایت به ولایت قابل ردیابی است. وقتی ما میگیم حلقاتی در تبانی با یک تیم است، از همونجا شروع میشه، یعنی از روز انتخابات، از کارمندای محلی و از همدستی هایی که در بعضی مناطق تبانی افراد حکومتی و ستاد تیم دولت ساز، از اونجا شروع میشه. همین حلقه زنجیر نخستین حلقه همونجاست. ولی امیدی که وجود دارد و داشت، هنوز هم وجود دارد، مرکز است، خودی کمیسیون مستقل انتخابات و دارانشای کمیسیون است که باید مشکلاتی که در او روز یا حتی بعد از او روز به وجود آمد، اینا با اونا مسئولانه برخورد میکردن و مطابق پروسیجرها باید دقیق رفتار میکردن. آنچه که ما در کنفرانس مطبوعاتی به او اشاره کردیم است که در بعد از ای که پروسه انتخابات ختم شد، چند تا اشکال کلان و عمده وجود داشت. اشکال اولی بود که تا هنوز هم تعداد 4000 محل احتمالاً اما معلومات ابتداییش به سرور آپلود نشد و به وبسایت هایی که در اختیار نامزدان بود هم آپلود نشد، در حالی که البته معلومات مکمل او یک پروسه کامل دیگه است که امروز از طریق کیبل و با از طریق کامپیوتر آغاز کرده که او شامل عکس و نشان انگشت و عکس تذکره اینا میشه. ولی معلومات یک مشکل تکنیکی است یا همین سوال برانگیز است. معلومات ابتدایی که عرض میکنم، معلومات ابتدایی شامل عکس ریزلت شیت است، شامل نمبر تعداد کسانی است که بایومتریک شده و معلومات جزئی دیگری هست که در او روز از طریق دستگاه های بایومتریک سنت میشه به سرور. این یک مشکل بود. بگذارین مشکلات احسا کنم، شمارش کنم. مشکل دیگه ای که وجود داشتی بود که ما
مطابق طرز العمل هایی که کمیسیون داره و در روز انتخابات هم شما دیدین که کس نباید بدون بایومتریک رای میداد و رای بدون بایومتریک باطل حساب میشه مطابق فیصله ها، طرز العمل ها، هر چی که در گذشته ما داریم این رای باطل بود. اینا وقتی آمدن قاعدتا اینا باید اول آرای غیر بایومتریک را جدا میکردن در مقایسه با اون معیار که معیار بایومتریک است، بعد آرای تصفیه شده را وارد سیستم میکردن. اینا بدون یک مقایسه آمدن شروع کردن به طور شتاب زده و داخل کردن تمام آرای سیاه و سفید، ریزل شتایی که از اعتبار ساقط است. این کارش هم خلاف همو طرز العمل های است که خودشان تعریف کرد. میخواییم وضاحت داده شما وقت طرز العمل چنین حکم نمی کرده. چرا آرای بایومتریک ناشده وجود دارد در قاعده؟ خب یک بحثی طرز العمل است، یک بحثی تخطی از طرز العمل است. بحث ما اینجا روشن است چون تخطی از طرز العمل صورت گرفت در روز انتخابات. طرز العمل ها، توافقات و تمام مسائل حاکی ازی بود که بدون بایومتریک رای داده نمیشه و اگر رای هم بدون بایومتریک به صندوق ریخته شوه او اعتبار نداره، باطل است. ولی این کار صورت گرفت. ما فعلا شاهدیم، شواهد زیادی داریم، مدارک زیادی داریم، اوراق اسناد فراوان به هزاران ورق داریم که از خودی محلات به دست ما رسیده که این کار صورت گرفته و بدون بایومتریک صدها هزار رای ریخته به صندوق ها به صورت تقلبی. این تخطی صورت گرفت. حال سوال ما و اشکال ما دقیقا همین جاست. وقتی تخطی صورت گرفته از اونجا باید این تخطی در مرکز اصلاح میشد. اما وقتی که مرکز رو اصلاح نمیکنه و اصرار میکنه و دوام ازی و به صورت مشکوک تلاش میکنه که این آرای سیاه را وارد سیستم بسازه، باز بر ما سوال برانگیز میشه. اما کمیسیون مستقل انتخابات مؤکدن میگه که آرای بایومتریک ناشده نامعتبر است. خب تا اینجای کار ما تایید میکنیم موقف اونا را. هر دو تا کمیسیون هم یک فیصله هم دادن، هنوز هم اعتراف دارن و میگه که نامعتبر است، که البته چاره هم نیست، این کار نیست که تازه گفته شد، این کار یک سال و دو سال و قبل از انتخابات و توافقات سیاسی و طرز عملی و قانونی است، اجماع ملی و بین‌المللی است. ولی بین همین گفته و بین عمل کرد به لحاظ منطقی از لحاظ تأخر و تقدم زمانی یک اختلاف است. اینا میگه که نامعتبر است، درست تا اینجا ما کتشان موافقیم، ولی وقتی اگر رأیی که بایومتریک نداره نامعتبر است، رأی نیست، باطل است، به چی دلیل وارد سیستم میشه؟ رأی باطل در هیچ جا وارد سیستم نمیشه. و اتفاقا در همون طرز العمل یک تای مراحل و بحث دیتابیس مرکزی از اینا هست، در اونجا هم در ماده هشتمش در فقره 4 و 3 و 4 گفته میشه که دو تا سیستم مقایسه میشه. سیستم دیجیتالی که مبنایش بایومتریک است در ملوک است و سیستم منوال و دستی که مبنایش ریزلشتای سنتی است. گفته میشه که اگر بین این دو تا سیستم فرق بود، چون معیار و مبنا و اصل اون سیستم دیجیتالی و در واقع ماشین های بایومتریک است، میگه ریزلت شتا طی مراحل نمیشه. معنی از این بحث ای است که اینا در خود مباحثی که در داخل کمیسیون هم مطرح بوده، معنی از این بحث ای است که اگر شروع میشه دیتا انتری به صورت همزمان به صورت مقایسوی باید پیش بره. هر جا که اوراق ریزلت شت متفاوت بود با عددی که ماشینی بایومتریک به صورت اتوماتیک میزنه و پروسیس آف وود روشن میکنه، او ورق را شما هم نشر کردین از تلویزیونتان، او اوراق ریزالت شد باید اتومات بره به قرنطین. اشکالی که ما داریم و این ما را بدبین میسازه و در واقع نشانه یک تقلب سیستماتیک است که بدون مقایسه، بدون اینکه اوراق به قرنطین بره، اینا وارد میشه. تشکر، برمیگردم به شما و ادامه فراخبر تا چند لحظه دیگر. ادامه فراخبر. آقای سعادتی از
مبهم بودن شناخته شدن آرای بایومتریک نشده به عنوان رأی معتبر یا نامعتبر در کمیسیون مستقل انتخابات شما یاد کردیم. سازمان ملل متحد هم به تازگی یک اعلامیه داشته. در این اعلامیه از پیش داوری ها کسایی که زینف هستند در انتخابات انتقاد شده، اما خود اعلامیه هم با انتقاد های روبروست. برخی از دسته های انتخاباتی اشاره نشدن از طرف این سازمان به آرای بایومتریک شده و ناشده را گونه با اعتبار شناختن آرای بایومتریک ناشده میدونن. خب شما چی هستید؟ از دید ما البته که یک اجماع کامل ملی و بین المللی دی وجود داره که رأی که بایومتریک نشده باشه رأی نیست، و فکر میکنم که بارها و بارها کشورها و مجامع بین المللی به صورت بسیار روشن پیام دادن و توییت کردن که آرایی که بایومتریک نشده باشه حساب نمیشه، و این مبنایش توافق و قانون و طرز العمل است که و منطق این که چرا ما بایومتریک را آوردیم، چون بایومتریک برای روشن کردن این است که رأی جعلی را بیرون بکشه. اگر سازمان ملل متحد در این باره، امروز ممکنه اونا نگرانی های دیگه خودم داشته باشه. من فعلا در مورد این اعلامیه همون رقم که خودشان گفته در مورد این اعلامیه بسیار پیش داوری نمی کنم. ممکن است اونا نگران این باشه که اگر بسیار پروسه قبل از وقت مورد انتقاد قرار بگیره به یک شکلی دچار اشکال شود. ولی بحث ما است و توصیه ما و همه اطراف از جمله جوانب بین‌المللی است که جانب شفافیت را بگیره و توصیه ها را به کمیسیون انجام بده که از توافقات، از اصول، از طرز العمل، از قانون عدول نکنه، شفافیت را رعایت بکنه. و فکر میکنم که اظهار نظر در مورد تخطی های کمیسیون مشکل ساز نیست، و البته در گذشته سازمان ملل اظهار نظر کرده در مورد رای بایومتریک شده و غیر بایومتریک شده، ولی باز هم تاکید میکنیم که رای بایومتریک نشده رای نیست، و این مورد قبول ملت و مردم افغانستان و نامزدان و از جمله تیم ما به هیچ صورت قرار نمیگیره. تشکر. درباره دسته حاکم یا دولت ساز باز هم برمیگردم به انتخاب دیروز شما و به اتهام تبانی حلقه هایی در کمیسیون و دولت ساز، مستند است اتهام ها؟ من دیروز در یک مصاحبه دیگه هم عرض کردم که دلایل و دلایل که از گفتار و رفتار هر دو بخش ما به دست میاریم ما را به صورت نزدیک به یقین به این اعتقاد میرسانه که یک تبانی است. مثلا سخنگوی دولت ساز دیشب در یک میز تلویزیونی گفته بود که یعنی وقتی که ثبت نام رای دهندگان وجود داره دیگه بحث بایومتریک مهم نیست، و کمیسیون برغم این که ما بسیار تلاش کردیم که انحراف را از نطفه جلوگیری کنیم، اینا تا هنوز انحرافات خودشون را اصلاح نکرده و به یک شکلی اصرار داره. این نشانه هم ما را بدبین میسازه که ممکن است حلقاتی در داخل کمیسیون به خصوص در دارالانشای کمیسیون علاقمند باشه که در تبانی با ارگ انتخابات را به سمت حرکت بده که به یک شکلی تلاش بکنه رئیس‌جمهوری صورت بگیره. ولی من همون گونه که در کنفرانس به نظرم گفتم یک بار دیگر تأکید میکنم که خواب سفید ساختن رأی سیاه در سال 2008 اگر در ارگ هم دیده شد و به کابوس تبدیل میشه، و اگر در کمیسیون و دارالانشا هم دیده شد و به کابوس تبدیل میشه. ما گفتیم که ما فعلا یک چیزی داریم به نام دستگاه بایومتریک که تکنولوژی به ما کمک میکنه تا ادعاهای ما به صورت بالفعل تحقیق شوه و تجربه شوه و مشاهده شوه، و وقتی که افراد میایه رای میده، شست میگذاره، عکسش گذاشته میشه، عکس تذکیرش گذاشته میشه، کیار کود پرینت میشه، همه از این نشانه های بر جای گذاشته میشه که ما حتی شخص به شخص، مرکز به مرکز، ولایت به ولایت میتونیم که اینا را اثبات کنیم. و اینا یک سلسله ادعاهای کلی و ذهنی نیست، ادعاهایی است که در موردش میشه تحقیق عینی و بالفعل کرد.
با او خاطر ما توصیه ما است که به جای دست و پا زدن، به جای به انحراف رفتن، به جای تلاش کردن برای اینکه کارهای دیگه صورت بگیره، همه ما اطراف قضیه معتقد باشیم به اصل شفافیت و به اصل عدالت انتخابات. تشکر. اگر آیا آرای بایومتریک نشده هم شامل دستگاه ها، شامل بانک اطلاعات شده و شامل کل آرا حساب شده، این به حد است که بر نتیجه انتخابات و برایند اثر بگذاره؟ خب اینا یک قسمت را اشتباه رفتن، علی رغم که ما گفتیم حالا شامل سیستم کرده، حالا مرحله که این چیزی است که ما ای را به هیچ صورت به رسمیت نمیشناسیم و یک چیزی غیر قانونی میدانیم. حالا مرحله دوم مرحله است که پاک شود. فعلا اینا در آخرین نشستایی که با تیم ما داشته به صراحت اعتراف کرده که ولو داخل سیستم هم شده ما چی داریم، یعنی یک تعهد داریم، تضمین داریم که اینا مقایسه شد و پاک شد. فعلا تنها چیزی که ما باید سرش تمرکز بکنیم که آرا پاک شد. باید تیم تکنیکی کمیسیون با تیم های تکنیکی نامزدان بر سر نحوه تطبیق و مطابقت ریزلت شیت هایی که اکثرا اشتباه است و دستگاه بایومتریک که اعداد واقعی را اتوماتیک ثبت میکنه و این ازی به صورت روشن کار شده. شما ببینین در ریزلت شیت ها شما دیدین یکی در همون چیزی که در سایت ها میاد یک عکس ریزلت شیت است، یک نمبری است که خود دستگاه اتوماتیک میزنه. بعد در شمارش آرا وقتی تقلب صورت گرفته کارمند آمده اونجا ماشین خودش میگه 20 نفر، کارمند آمده گفته اینجا 300 نفر است رای داده به نفع مثلا آقای اکس. به این دلیل ما باید سر مکانیزم مطابقت آنچه که ماشین میگه به لحاظ عددی و آمار و آنچه که کارمند به صورت تقلبی درج کرده ای واضح باشه. این مرحله حساس ترین مرحله است. اگر کمیسیون مستقل انتخابات و دارانشای کمیسیون در این مرحله با نامزدان از جمله با تیم ما به یک توافق روشن و یک مکانیزم واقعی که برای همه قابل فهم باشه نرسه، باز ما اجازه نمیتیم که کارها به صورت انحرافی پیش بره، چون این یک تخطی آفتابی و آشکار است. من فکر میکنم این کار باید سر از فردا و اینا باید صورت بگیره. ما قرار بود که مکتوب ما امروز باید رفته باشه در این قسمت که ما بر سر نحوه مطابقت دستگاه که قابل تحقیق را داره و آنچه که در ریزلت شیت آمده باید به یک وضاحت کامل با هم یک دیگر خود درک کنیم که چی میشه، چی اتفاق میفته، چگونه تصفیه میشه، سیستم چطور کار میکنه، سر ازی باید کار صورت. و اگر آرای بایومتریک شده معتبر باشن بس مشکل در کار نیست؟ آرای بایومتریک شده طبیعتاً یک چیز در داخلش هست. اولی که در آرای بایومتریک شده تقلب میلیونی نیست، نهایتش یک شخص آمده با ناخنهای خود بازی کرده، یک تکراری هایی داره. ما اول سقف بایومتریک شدگان را در سطح کشور باید روشن کنیم که چه تعداد نفر که احتمالاً سقفش بسیار کمتر از اون چی است که فعلا اعلام شده، چی تعداد نفر در واقع توسط دستگاه پروسس شده آمده رای داده. این دستگاه کارکردش بود که حضور فیزیکی رای دهنده را مشخص کن. وقتی این مشخص شد بسیار مهم است بعد در داخل این افراد باز ما بیاییم تعهد در ملک و کمیسیون این بود که ما دوپلیکیت ها را، آرای تکراری را، عکس های تکراری را هم مشخص میکنیم. با این دو تا فیلتر قضیه حل میشه. فیلتر اول تمام ریزلت شیت هایی که مطابقت ندارد با دستگاه این را بیرون بکشیم. در فیلتر دوم از میان آنانی که پروسس هم شده ولی ممکن به تکرار پروسس شده باشه این را بیرون بکشیم. با این دو تا عملیه که ما باید با کمیسیون توافق کنیم وضعیت آرا به صورت درست و شفاف پیش میاد. تشکر. درباره کار انتقال اطلاعات بایومتریک با استفاده از کارت های حافظه دستگاه ها و بانک اطلاعات کمیسیون مورد توافق دسته های انتخاباتی است اما مشروط،
این مسئله پسانتر جنجال برانگیز نخواهد شد؟ متاسفانه در این قسمت کمیسیون و کمپانی در ملک تعهدشان را اجرا نتوانستند و گفتند که اگر از طریق وای فای لوکال و اینترنت اینا منتقل شود یک فاصله یک و نیم ماه را در بر میگیره. ما ناگزیر شدیم که کمی کوتاه بیاییم و کمی تعامل کنیم. در واقع نگرانی های داریم، حالا هم چون جابجا شدن چیپ و کامپیوترهای دیگه و احتمالات هک و اینها که تیم ارگ سر هک بسیار سرمایه گذاری میکنه هنوز هم است، ولی ما تحت شرایط بسیار خاص و محدود 14 شرط که در اوجه مکتوب کرده بودیم آماده شدیم که این کار صورت بگیره تا هم بنبست بشکنه. به او خاطر ما با او توافق کردیم، ولی تحت نظارت شدید داریم. هر زمانی اگر بفهمیم که در اوجه تخطی صورت گرفته یقینا ما برملا خواهیم کرد، ولی فعلا امیدواری ما است که به صورت مسئولتر این دیتا انتقال شد. این دیتا او دیتای ابتدایی نیست، دیتا شامل تمامی نشانه های انگشت، عکس شخص، تذکره شخص و کیارکوت است که شما باز حتی در ملک با ما این تضمین را داده بود که عکس سه بعدی را با عکس تک بعدی دستگاه سرانتون تشخیص بده. یعنی اگر عکسی که از روی چهره فرد گرفته میشه یا عکسی که از روی مجله گرفته میشه، در این مرحله تصفیه و در این مرحله چی هم ما فکر میکنم که یک بخش زیادی از آرای این تقلب بیرون خواهد شد. تشکر. درباره تاخیر در زمان اعلام نتایج انتخابات نگرانی وجود دارین، وجود داره و یا مشکل ساز خواهد بود؟ خب اصل عمده برای ما شفافیت است. در شفافیت هر کسی میبره، او مهم نیست. ما برای کامیابی پروسه، برای کامیابی شفافیت و اراده مردم به یک مش تقلبگر، فریبکار، دروغگو ما مبارزه میکنیم و مبارزه کردیم. حالا اگر یک وقتی مخیر شویم بین این که آیا شفافیت را قربانی سرعت کنیم یا سرعت را قربانی شفافیت، من فکر میکنم هیچ انسان عاقل با این همه سرمایه گذاری، با پیامدهایی که باز عدم شفافیت داره که انتخابات را به بحران میبره و مشروعیت نظام آینده را در سوال میبره، باز در اون صورت ترجیح ما است که این بار باید کلن قبل از اعلام نتایج ابتدایی همه مشکلات که ما عرض کردم تصفیه شود. و باز یک چیز دیگر تأکید میکنم که اینها جزی وظایف کمیسیون شکایات نیست. راستی آزمایی ریزلت شیتا در مطابقت با آنچه که دستگاه میگه و تطابق از اینا و تفکیک از اینا جزی وظایفی جدای ناپذیر کمیسیون است. اگر کمیسیونی وظایف خود انجام نده پیش بره، به هیچ صورت مورد قبول نیست، معنیش است که مسئولیت خود انجام. تشکر. و بسیار کوتاه، هنوز هم احتمال رفتن انتخابات به دور دوم مرتفع است؟ مطابق آمارهایی که ما داریم و ارزیابی که ما داریم، بعد از تصفیه آرا انتخابات نتیجهش تعیین میشه و دور دو نمیره. تشکر. و این بررسی ها با تکرار هم که ارزیابی میکنیم همین چیز را برای ما میگه. تشکر آقای سعادتی، معاون دوم آقای عبدالله نامزد انتخابات ریاست جمهوری از حضور زنده. و همچنان تشکر از بیننده های گرامی که همراهی ما کردند.